دو قورت و نیمش باقی است. این ضرب المثل در مورد شخصی به کار می رود که حرص و طمع زیاد داشته باشد و بیشتر از میزان شایستگی خود انتظار لطف و محبت از طرف دیگران داشته باشد. همچنین شخصی که از کار بد و نادرست خود نه تنها احساس پشیمانی نکند، بلکه انتظار لطف و محبت هم داشته باشد. در این مواقع میگویند دو قورت و نیمش باقی است. داستان ضرب المثل. حضرت سلیمان پس از مرگ پدرش صاحب قدرت شد. بعد از چند وقت از خدا خواست تا همه جهان را در اختیار او قرار دهد. برای اینکه خدا خواسته او را بپذیرد، 70 شب عبادت کرد. در شب اول آدم‌ها، مرغ‌ها و حیوانات، در شب دوم پریان، در شب سوم باد و آب را در اختیار خود گرفت. او در آخرین عبادتش از خدا خواست تا هر چه در زمین است را در اختیار داشته باشد و خداوند خواسته او را برآورده کرد. سلیمان که به خواسته خود رسیده بود از خدا تقاضای دیگری کرد. او از خدا خواست تا به او اجازه بدهد تمام جانداران زمین، هوا و دریاها را به یک وعده غذا دعوت کند، اما خدا خواسته او را نپذیرفت. اما سلیمان اصرار کرد تا خدا به او اجازه را بدهد. سرانجام خدا پذیرفت و به همه جانداران دستور داد که در یک روز مشخص برای مهمانی نزد سلیمان بروند. سلیمان غذاهای فراوان تهیه کرد و دستور داد که همه جانداران بیایند. ناگهان یک ماهی بزرگ از آب بیرون آمد و تمام غذاها را خورد و سپس رو به سلیمان کرد و گفت من گرسنه‌ام، به من غذا بدهید. سلیمان که بسیار تعجب کرده بود گفت مگر تو روزانه چقدر غذا می‌خوری؟ ماهی جواب داد خدا هر روز به من 3 وعده غذا می‌دهد و در هر وعده یک قورت غذا می‌خورم، اما امروز فقط نیم قورت خوردم و هنوز دو قورت و نیمش باقی است.